سرخط خبرها: اعلام شروط جدید عربستان برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل، سخنان حساس و مهم رئیسی در دیدار با رهبران مقاومت و هشدار مسکو درباره درگیری کامل آمریکا و انگلیس در جنگ اوکراین. این بسته خبری از پیک، خوش اومدید. در خبری حساس، یک مقام سعودی بدون ذکر نام خود به یک شبکه صهیونیستی گفت که اولویت ریاض در برابر عادی‌سازی روابط با رژیم تل‌آویو امنیت ملی است. به گزارش فارس، او به شبکه عبری زبان کان 11 گفت از نظر عربستان سعودی اولویت این روزها امنیت ملی است. از این رو درخواست‌هایی از جمله تضمین امنیت، معاملات تسلیحات پیشرفته و برنامه هسته‌ای مطرح شده است. یک مقام آمریکایی در تاریخ 10 خرداد به روزنامه اسرائیل هیوم گفت که دولت عربستان سعودی در مذاکرات با مقامات آمریکا 4 پیش‌شرط برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی مطرح کرده است. طبق این گزارش، حق داشتن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای، افزایش روابط نظامی با آمریکا، توسعه تجارت با آمریکا و توقف انتقادات واشنگتن از قتل جمال خاشقچی 4 پیش‌شرطی هستند که مقامات دولت سعودی مطرح کردند. به ادعای این مقام آمریکایی، موضوع فلسطین جزء پیش‌شرط‌های عربستان سعودی نیست. این مقام سعودی در ادامه به شبکه کان 11 گفت که به احتمال قوی دولت جو بایدن نتواند شروط دولت سعودی را برآورده کند. او افزود دولت جو بایدن در داخل آمریکا و جهان بین‌الملل ضعیف است. اما در خصوص موضوع فلسطین و طرح صلح عربی که ریاض در سال 2002 در نشست بیروت مطرح کرد، این مقام سعودی گفت اگر آمریکا درخواست‌ها و شروط عربستان را برآورده کند، ریاض نیز قادر به مانور بیشتری در قبال فلسطین خواهد بود. او تاکید کرد که باید فلسطینی‌ها بتوانند چیزی مانند یک کشور تشکیل دهند و قدس شرقی را در کنترل خود داشته باشند، حتی اگر به طور کامل هم با طرح صلح عربی همخوانی نداشته باشد. شروط دولت سعودی برای عادی‌سازی روابط با صهیونیست‌ها در حالی است که اسرائیل وزیر انرژی رژیم صهیونیستی 2 پیش از مخالفت رژیم تل‌آویو با ساخت تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان سعودی سخن گفت. او با این حال گفت که عادی‌سازی روابط با دولت عربستان سعودی برای رژیم تل‌آویو بسیار مهم است و او امیدوار است که چنین توافقی به زودی انجام شود. رئیس جمهور با بیان اینکه نشانه ها گواه آن است که امروز جریان مقاومت از هر زمانی قوی تر و دشمنان این جبهه در جایگاهی ضعیف تر از هر زمان دیگری هستند اظهار داشت، پیروزی های جبهه مقاومت آشکار و اثبات کرده تصویری که صهیونیست ها تلاش می کردند از قدرت بازدارندگی ادعای خود نمایش دهند واقعی است. به گزارش ایرنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز سه‌شنبه در دیدار با اسماعیل هنیه رئیس و جمعی از اعضای بلندپایه دفتر سیاسی حماس با تبریک موفقیت های اخیر جبهه مقاومت فلسطین و تاکید بر اینکه این پیروزی ها نشان داد امروز ابتکار عمل در دست این جبهه است، انسجام و یکپارچگی گروه های مختلف جهادی در فلسطین زیل بیرق مقاومت را عطیه الهی برشمرد که باید آن را حفظ و برای ارتقای آن تلاش کرد. وی افزود امروز جبهه مقاومت نه فقط در سرزمین های اشغالی بلکه در منطقه و حتی در عرصه بین المللی در حال تغییر موازنه قدرت است و شرایط به نفع خود و به زیان جریان سلطه است. رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه امروز نگاه های سیاسی چه از درون فلسطین و چه از بیرون نسبت به رویارویی ها در این سرزمین به یک انسجام و یک پارچگی رسیده اظهار داشت، امروز حتی کسانی که روزگاری به دنبال مذاکره و توافق با رژیم صهیونیستی و حامیانش بودند عمیقا به این تحلیل و نتیجه رسیدن که کوتاه آمدن و مذاکره با این رژیم بیفایده بوده و تنها راه ممکن برای مواجهه با آن مقاومت است. آیت الله رئیسی با اشاره به اینکه امروز دیگر هیچ کس به رژیم صهیونیستی و حامیانش کوچکترین اعتمادی ندارد و این نیز دستاورد بزرگ دیگری برای جریان مقاومت است تصریح کرد، جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت فلسطین همواره باور داشتند که صهیونیست‌ها و حامیانشان به هیچ وجه به هیچ میثاقی پایبند نیستند، اما امروز این نکته برای همه جهانیان روشن شده است. رئیس جمهور مهمترین مسئله جهان اسلام را آزادی قدس و هر گونه تلاش برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را خیانت به آرمان فلسطین و خنجر زدن از پشت به جریان مقاومت دانست و گفت حامیان رژیم
صهیونیستی که به دنبال عادی سازی رابطه برخی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی هستند بدانند که این کار برای آن رژیم امنیت آفرین نخواهد بود و این کشورها نیز بدانند که این کار برای آنها فقط باعث تولید نفرت از سوی مردم خودشان و ملت‌های مسلمان خواهد شد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس نیز در این دیدار با ابراز قدردانی خود و مردم فلسطین از حمایت‌های مستمر جمهوری اسلامی ایران از آرمان آزادی قدس شریف اظهار داشت، امروز جبهه مقاومت نه فقط در غزه بلکه در کرانه باختری، سرزمین‌های اشغالی سال 1948 و حتی در میان فلسطینیان و دوستداران فلسطین در خارج از این سرزمین در حال گسترش و تقویت است. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه امروز سه‌شنبه از دفع تمام حملات ارتش اوکراین به مواضع نیروهای روس در مناطق عملیات نظامی ویژه در دونباس خبر داد. شویگو طی نشست خبری گفت از تاریخ 4 ژوئن نیروهای اوکراینی 263 حمله به محورهای زاپروژیا و دونیسک انجام دادند که تمامی این حملات دفع شده است و دشمن به اهداف خود نرسیده است. کرملین در تاریخ 24 فوریه 2022 بعد از اعلام به رسمیت شناختن جمهوری‌های خودخوانده دونیسک و لوهانسک در شرق اوکراین دستور آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در منطقه دونباس با هدف حفاظت از مردم این منطقه و همچنین پاکسازی دولت نئونازی کیف را صادر کرد. به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، شویگو با بیان اینکه کیف در تلاش برای حمله به نیروهای روس از تعداد زیادی سلاح غربی و واحدهای نخبه استفاده می‌کند که توسط متخصصان ناتو آموزش دیده‌اند توضیح داد، رژیم کیف در حال برنامه‌ریزی برای هدف قرار دادن خاک روسیه از جمله کریمه با موشک‌های کروز سایه طوفان است. وزیر دفاع روسیه در این باره تاکید کرد استفاده از موشک‌های سایه طوفان و هیمارس در خارج از منطقه عملیات ویژه نظامی ضربه‌های فوری به مراکز تصمیم‌گیری در اوکراین وارد می‌کند. همچنین استفاده از این موشک‌ها علیه خاک فدراسیون روسیه به معنای مشارکت کامل آمریکا و انگلیس در این جنگ می‌باشد. وزیر دفاع روسیه امروز سه‌شنبه درباره برنامه‌ریزی نیروهای مسلح اوکراین برای حمله به خاک روسیه از جمله کریمه با موشک‌های کروز، هیمارس و سایه طوفان هشدار داد. به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی شویگو در جلسه هیئت وزارت دفاع اظهار داشت بر اساس اطلاعات ما رهبری نیروهای مسلح اوکراین قصد دارد با موشک‌های کروز هیمارس و سایه طوفان به خاک روسیه از جمله کریمه حمله کند. وی افزود استفاده از این موشک‌ها خارج از منطقه عملیات نظامی ویژه به معنای مشارکت کامل آمریکا و انگلیس در درگیری‌ها خواهد بود. وزیر دفاع روسیه گفت این اقدام مستلزم برخورد فوری با مراکز تصمیم‌گیری در اوکراین خواهد بود. وزیر دفاع روسیه اظهار داشت نیروهای اوکراینی از 4 ژوئن در مجموع 263 حمله به مواضع نیروهای مسلح روسیه در مسیرهای دونسک، دونسک جنوبی و زاپروژیا انجام دادند، اما همه آنها با موفقیت دفع شده است. وی تاکید کرد که رژیم کیف در انجام این اقدامات از تعداد زیادی سلاح غربی و تجهیزات نظامی زبده استفاده می‌کند که اعضای آن توسط متخصصان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو آموزش دیدند. روز گذشته یک مقام وزارت امور خارجه روسیه با بیان اینکه یکی از دلایل بحران کنونی نادیده گرفتن منافع موسکو است، اعلام کرد که همکاری نزدیک کیف با ناتو نه تنها ما را به صلح نزدیک نمی‌کند، بلکه حل و فصل بحران را به تأخیر می‌اندازد. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.